صحبت کنم. من اجازه میخوام اول یه آب بنوشم، چون در آلفا و امگا حضور بی‌نظیر خداوند اینقدر در پرستش نمایان هست که اشکای من جاری. یه دفعه پیشم همین بود، بعد این دفعه دستمان بیشتر بخورم آوردم، تجربه بیشتر بودم و برای همین اینقدر گریه میکنم که گلوی من نیاز به آب پیدا میکنه. بنده رو ببخشید. من نمیدونم عزیزان تکنیک کلیسای آلفا و اومگا در مسائل هکری و اینها هم تخصص دارن یا نه؟ من اگر فکر میکنم اگر دارن بیام خودشون اعتراف بکنم، چون هرچی من در کانسپتم بود رو خواهرمون اینجا تو باز اجراش گفت، بعد در پرستش اصلا دیگه من اینو میتونم یعنی ببندم بگم آقا کلام رو شنیدید، با هم خداحافظی میکنیم و میریم به منزل، چون این کار روی خداست. من حیرت زده میکنه، دفعه گذاشتم واقعا نیزه داشتم اینجوری سورپرایز بشم. اما از عنوانی که روی این موعظه بود، شاید خیلی از شما عزیزان هست که تونید بزنید که در مورد چی میکنیم رو صحبت بکنیم، عنوان رفیق شفیق. و من هدفم از این موعظه و آنچه که روی قلب بودم این هست که ما با یک رفیق امروز آشنا بشیم که طاهر عزیزمون خیلی خوب گفت، این که رفیقی که شاید خیلی از ما به دنبالش میگشتیم یا هنوز میگردیم. من خودم هم آدم بودم که حقیقتا از سن خیلی پایین دنبال یه نفر میگشتم که همدمم باشه، واقعا قضاوتم نکنه، باش بتونم صادقانه صحبت بکنم، باش بتونم رفاقت بکنم، حرف قلب و دلمو بهش بگم، درد دل باش بکنم، در دسترس باشه، بتونم پیشش عشق بریزم، شادی کنم. خیلی خیلی گشتم، واقعا میگشتم. و بعد به یاد دارم که توی زندگی خودم با عزیزان بسیاری روبرو شدم و سرمایه گذاری کردم تو رفاقت با اونها و گفتم این اونه، این اون آدم هست که من دنبالش میگشتم، این دیگه خودشه. بعد رسید به یه جایی که متوجه شدم، میگفتم قدیم ما گشتم نبود نگردی نیست، رسیدم به اون نقطه و گفتم که خب دیگه اینجوریه دیگه، کارش نمیشه کرد. حالا به هر شکل غافل از این که خب یه سری از چیزها مسائل من بوده، همیشه مشکل از دیگران همیشه نیست، ولی اون چیزی که من دنبالش میگشتم پیدا حقیقتا نکردم تا رسیدم به مسیح خداوند. و اینجا عزیزانی که منو بیشتر میشناسن میدونن من ادای آدم های روحانی رو نمیخوام در بیارم، واقعا اون چیزی که تجربه کردم و انتقال میدونم. رسیدم به مسیح خداوند، متوجه شدم اون چیزی که دنبالش میگشتم تازه در خداوند عیسی میتونم پیدا بکنم و تازه میتونم اون کس رو داشته باشم که همه چیز من، همه کس منه. و اون رفیقی که اجازه داشتم باهاش رفاقت رو تجربه کنم و میخوام امروز در موردی صحبت بکنم و بیشتر بشناسیمش. لازم میدونم به عزیزانی که از راه دور هم ما رو دنبال میکنن شالوم خداوند رو بفرستم. منو ببخشید که اولش نگفتم، منم یادم رفت. مثل خواهرم که من رو یادش رفت، منم فکر میکنم شما رو یادم رفت، منو ببخشید. ولی هر جا که هستی، چه این پیام رو الان دارید میبینید چه بعدها خواهید دید، به نام عیسی مسیح دعای من این هست که در کنار همه خواهر برادرانی که اینجا هستن شما هم از این پیام برکت بگیرید. خدا رو شکر. رفیق، وقتی تو ده خدا رفیق رو اگر سرچ کردی یعنی یار، یعنی دوست، یعنی همدرد، یعنی همراه، یعنی همنشین. و شفیق رو اگر توی گوگل سرچ کنی یعنی مهربان، یعنی دلسوز، یعنی رحیم، یعنی نصیحتگر. و توی یوحنا باب 14 آیه 15 تا 20 کلام خداوند زیبا میفرماد، میگه که اگر مرا دوست بدارید احکام مرا نگاه خواهید داشت و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روح راستی
که جهان نمیتواند او را بپذیرد، زیرا نه او را میبیند و نه میشناسد، اما شما او را میشناسید، چرا که نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود. شما را بیکس نمیگذارم، نزد شما میآیم. پس از اندک زمانی جهان دیگر منو نخواهد دید، اما شما خواهید دید، و چون من زنده ام شما نیز خواهید زیست. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم، شما در من و من در شما. این کلمه ای که این آیاتی که خوندم از ترجمه 1009 خوندم، این کلمه ای که اینجا به عنوان مدافع در واقع ازش صحبت شده، شاید از شما از این رو شنیده باشید، کلمه یونانی پاراکلتوس هست. کلمه یونانی پاراکلتوس معنی بسیار زیادی داره، فقط معنی مدافع یکی از اوناست. یعنی معنی عمیق‌تری که در واقع به اون چیزی که دنبالش من میگشتم میخوره هم، معنی پشتیبانه، معنی مددکاره، معنی یاوره، معنی رابطه. میگه از پدر خواهم خواست، خداوند میفرماد، میگه از پدر میخوام و او به شما این پشتیبان، این مددکار، این یاور، این وکیل مدافع، این رابط رو خواهد داشت. و خیلی برای من حقیقتا شگفت انگیز بود و اینو میخوام امروز بهتون انتقال بدم، اون چیزی که حقیقتا خودم اجازه داشتم تجربه بکنم، که مشخصات این رفیقی که ازش داریم صحبت میکنیم چیه. این رفیق بس مدافع است، وکیل، پشتیبانه، همیشه با منه، همیشه با منه. به نام عیسی مسیح دعا میکنم که اینو ما در هوشیاری خودمون بیاریم که او همیشه با منه، نه تنها با منه. فرمود چی؟ فرمود نزد شما مسکن میگزیند. میدونید وقتی یه نفر میگه از صحبت از مسکن میکنه، مسکن از سکونت میاد. سکونت یه اتفاق لحظه‌ای نیست، یک اتفاق دائمی است. تو میگی اینجا مسکن منه، یعنی من اینجا محل سکونت منه، دیگه مهمانی نیست که بیاد و بره. و به واسطه خون عیسی مسیح، شخصیت سوم تثلیث میاد در ما مسکن میگزینه، دیگه اینجا ساکنه. و بعد میگه جهان نمیتونه اون رو بپذیره. خیلی صحبت عمیقیه، جهان نمیتونه اون رو بپذیره. اون رفیقه رو که دارم ازش صحبت میکنم، جهان نمیتونه بپذیرتش، چون اون رو نمیبینه و نمیشناسه، اما شما میشناسیدش. حالا شاید ممکنه تو جون چسته باشه که منم نمیشناسمش، امروز باید بیشتر میشناسیدش. و بعد صحبتی که میکنیم که کیه اون کسی که اون رو میشناسه؟ اون کسی که شاگرد عیسی است و احکام اون رو نگه میداره. برگردیم با آیه 15، میگه اگر مرا دوست میدارید احکام مرا نگه میدارید و من از پدر میخوام. بعد بقیه داستان، پس عیسی رو دوست میداری، احکام او رو نگه میداری، و بعد اوست که از پدر میخواد و این رفیق به تو هدیه داده میشه و او در تو مسکن میگذینه و در تو خواهد. چه رفیق؟ رفیقی که تو باهاش میتونی همیشه درد و دل بکنی، چون هست، در کنار توست. رفیقی که همه چیز رو میتونی بهش بگی. رفیقی که بهترین و نیکوترین و حکیمانه ترین پاسخی که میتونی دریافت بکنی رو از او میتونی دریافت بکنی. رفیقی که حقیقت مطلق رو به تو میتونه انتقال بده، و رفیقی که خودش سرچشمه نیکوییه، خودش سرچشمه حقیقته. اشعیا باب 11 آیه 1 و 2 به ما میگه که نهالی از کنده یسار سر برخواهد آورد، اشاره میکنه به خداوند عیسی مسیح، و شاخه‌ای از ریشه‌هایش میوه خواهد داد، روح خداوند بر او قرار خواهد یافت. و بعد مشخصات این روح چیه؟ روح حکمت و فهم، روح مشورت و قوت، روح معرفت و ترس خداوند. مشخصات این رفیقی که دارم ازش من صحبت میکنم اینه که او روح حکمت و روح فهمه، یعنی به تو حکمت میده، به تو درک میده، به تو نگرش‌های آسمانی رو مکشوف میکنه. روح مشورته، به تو مشورت میده. چقدر از ماها توی روزمرگی خودمون نیاز به یک نفر داریم که بهمون مشورت بده؟ تو هر زمینه یه لحظه به یاد بیار، چقدر چالش توی زندگی هر کدوم از ما بوده که وقتی بهش رسیدیم نیاز داشتیم یه نفر باشه که از اون پروسه به طور مثال عبور کرده باشه، بتونه ما یه مشورت خوب بده. همیشه
مثلا اگر یه زمینه توی یه زمینه یه نفر یه تخصصی داره، ما وقتی برخورد میکنیم با مثلا با اون یه تماسی میگیریم، میگیم اگر میخواییم متوجه بشیم داستان چجوریه، با این صحبت میکنیم به ما راهنمایی میده. روح مشورت بود، روح قوت و بعد روح معرفت و ترس خدا، رفیقی که عمق قلب تو رو میشناسه، بهت اثبات میکنم که این کارو میکنه، رفیقی که مشتاق در مورد عمیق‌ترین چیزهایی که تو قلب و وجود تو میگذره باهاش بری صحبت کنی، چون اون که میدونه میخواد، اما تو باهاش بری صحبت بکنی و توی تمامی اون نقطه ها او معرفت، حکمت، قوت و در واقع فهم و مشورت رو به تو انتقال بده. و یه اتفاقی که توی این رفیقه هست، این رفیقه باحال، اینه که او عمق قلب پدر آسمانی من و تو رو در مسیح عیسی هم میشناسه. این هیجان زدگیش اینجاست، هیجان داستان اینجاست که نه فقط عمق قلب من و تو رو میشناسه، عمق قلب پدر آسمانی ما رو هم میشناسه. اول قرنتیان باب 2 آیه 9 و 10 پولس سیبا میگه آنچه چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به هیچ اندیشه‌ای نرسیده خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. زیرا خدا گفتم بهتون اثبات میکنم آن را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته، چرا که روح همه چیز حتی اعماق خدا را نیز میکاود. این رفیق شفیق انقدر بی‌نظیره که اعماق قلب خدا رو هم میکاوه و میشناسه. به خاطر اون رابطه عمیق بین سه شخصیت تثلیث و عاشقی که بین سه شخصیت پدر، پسر و روح القدس در جریان هست، او بدون هیچ در واقع مانی عمق قلب پدر رو میشناسه، عمق قلب عیسی رو میشناسه، عمق قلب من و تو رو میشناسه، چون در ما داره سکونت میکنه. و بعد در ادامه میگه که تو آیه 12، ولی ما نه روح این دنیا بلکه روحی را یافته ایم که از خدا است، آنچه را خدا به ما عطا کرده است بدانیم. یعنی چی؟ یعنی اگر من میخوام بدونم واقعا که خداوند به من چی عطا کرده و اصلا زندگی من در مسیح چه اتفاقی براش داره میفته، با این رفیق میتونم یه گفتگوی داشته باشم، با این رفیق میتونم در مورد صحبت بکنم. و خدای ما خدای ارتباط و خدای عاشقیه. خیلی از ما هستیم اینجا که چشیدیم، خیلی از عزیزان که از راه دور ما نگاه میکنن چشیدید، میدونید خدای ما خدای عاشقه و خدای رابطه و خدای عاشقی در رابطه است. و اونجا که خواهرمون گفت که او ما رو بنده نمیخوانه، گفت دیگه بهت بنده نمیگم. چرا؟ دلیل داره، چون بنده از کارهای اربابش خبر نداره. تو رو دوست خطاب میکنن. چرا تو رو دوست خطاب میکنن؟ چون دوست از کارهای من خبردار هست و او میخواد ما رو در جریان کارهای خودش بگذاره. چقدر این هیجان انگیزه؟ حقیقتشو بخواییم، من از خودم میگم، شما به نام عیسی مسیح همه در مسیح خداوند عالی، من از خودم میگم، من خیلی موقع انقدر گیر خودمم، انقدر گیر مسائل شخصی من که شاید وقت نمی کنم، یعنی وقتی برای نمیذارم بشینم میگم خب تو چی؟ اصلا کار تو چیه؟ آیا درد و دل تو چیه؟ و خدا رو شکر میکنم خدا تو این زمینه با خود منم داره کار میکنه. جلوتر باز بهتون میگم که خود من چه تجربه تو این زمینه داشتم که بشینم بگم خب حالا تو چی رو قلبته خدا من؟ تو چه چیزی داره قلبتو رو داره به حرکت در میاره؟ اون چیزی که رو قلبته به من بگو. منم میخوام، منم رابطه هست دیگه، رابطه که یه طرفه نمیشه که. شما کدوم ما هستید رابطه یه طرفه دوست داشته باشید؟ فقط ما هی دائما مشتاق باشیم، طرف مقابل هی بره عقب. آیا شما مشتاق این رابطه هستیم؟ هیچ کدوم ما نیستیم که ادعا کنیم مشتاق رابطه یه طرفه ایم. رابطه همیشه دو طرفه است. چه خدای بی‌نظیریه که ما با تمامی نشستی داری با او وقت میذاری. خود من نشستم توی استدیو کلیسا، دارم در واقع با خداوند میخوام زمان بگذارم
نگاه میکنم به دیوار، چون من از این چیزهای صدا زدم به دیوار، میگم خب اینا اگر من دوتا اونجا بزنم، میدونم اون بر بزنم سخت، هم اگر دوتا از اینا بزنم اونم بذارم اونجا، میکنم کیفیت رو میتونم اینجوری بهتر بکنم، بعد این نورم اگر اونجوری بکنم، اینجا رو اینجوری بکنم، یادم میاد که من در حضور خدا، من نشستم اینجا وقت با خدا بگذارم، و بعد متوجه میشم که من بعد به یاد بیارم دوباره تو هوشیاری خودم که رفیقم در کنار منه، با منه، در منه، و مشتاق اینه از من بشنوه، من از اون بشنوم، با هم توی صحبت در واقع خیلی عمیق‌تر باشیم توی سری چیزایی که خیلی چیز مهمی نیست توی اون لحظه حقیقتش، و فقط تصورات و تخیلات منه. میگه در یوحنا 15 آیه 26 و 27، اما چون آن مدافع، یعنی همون پاراکلتوس، همون رفیقه، همون یاره، همون همراهه که از نزد پدر برای شما میفرستم، یعنی عیسی میفرستده است، بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر میشود، اون خود درباره من شهادت خواهد داد. یعنی روح القدس، اون رفیق، اون یار، اون همراه درباره عیسی شهادت میده. پس اون رفیقی که در مورد عیسی به من شهادت میده، و بعد ادامه میده میگه شما نیز شهادت خواهید داد، شما هم این کار رو انجام میدید، زیرا از آغاز با من بوده اید، او اومده در شما هم ساکن شده که شما هم شهادت بدید از عیسی. فرمود که بر شما میاد قوت خواهید یا شاهدان من خواهید بود. و در ادامه در باب 16 آیه 78 میگه که با این حال من به شما راست میگویم که رفتنم به سود شماست، زیرا اگر نروم آن مدافع نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم آن را نزد شما میفرستم. ببین بس از چه رفیقی داره صحبت میکنه، از رفیقی که میگه حتی به نفعت من برم، اون بیاد. به خاطر چی؟ به خاطر که عیسی در بود جسم محدود بود. فرض کن الان عیسی در بود جسم میومد، همین الان عیسی در بود جسم از این در میومد تو، همه ما دوست داشتیم باهاش وقت بگذاریم، بعد از این جهان مرگه، خب کی میرسید به مثلا به من که نورنبرگم، کی میرسید به اون یکی که توی مونیخه، کی میرسید به اون یکی تو برلینه، کی میرسید به اون یکی تو آمریکا، تو ایرانه، تو اینوره، تو اونوره. اما خدا میفرماد به نفعتون من برم، این رفیق، این یار، این همراه بیاد، اون با شماست. و بعد تازه کاری که انجام میده اینه، میگه اگه تازه نرم اون نمیاد، و چون او آید جهان را مجار خواهد کرد به لحاظ گناه، عدالت و داوری، که جهان تقصیرکاره، روح القدسه، اون رفیقه که جهان رو مجاب میکنه. خیلی موقع هست ما خیلی خودمونو به در دیوار میکنیم، به اشخاص بگیم تو به این نجات دهنده احتیاج داری. شده دیگه عزیزانی که آتش بشارت دارن، هرچی بحث میکنی، هرچی حرف میزنی، هرچی بالا پایین میکنی، میبینی به یه محدودیتی، به یه جایی میرسی، میبینی اصلا باید روح القدس کار کنه، باید این رفیقه کار کنه، بذار رفیق کار کنه. رفیق داری؟ با رفیقت صحبت کن در مورد مسئله، بهش بگو، بهش بگو ببین اینجوریه، من از تو میخوام، از تو خواهش میکنم کارتو انجام بدی. جهان رو اون مجاب میکنه. و توی کلسیان باب 2 آیه 19 میگه خیلی یه چیزی واقعا رو قلبمه، از صمیم قلب میخوام با دقت به گوش کنید، خواهش میکنم ازتون. دیشب هم خدا شکر میکنم هر کس که توی جمع ما نبود، جاش خیلی خالی بود، داشتیم در مورد یک مسئله صحبت میکردیم. ما خیلی موقع‌ها افرادی هستیم که فکر میکنیم باید یه چیزی رو از بیرون دریافت بکنیم. یا یعنی چی؟ منظورم چیه؟ یعنی این که وقتی به خداوند میرسیم، وقتی به مسیح ایمان میاریم، میبینیم مثلا خادم خدایی هست داره به طور مثال خدمت میکنه خدا رو، یا مثلا در وعظ، در هر خدمت دیگه میبینیم مست خدا، با واژه ها آشنا میشیم، میبینیم قوت خدا هست، مست خدا هست، بعد احساس میکنیم هی از بیرون ما باید یه چیز رو هی دریافت بکنیم، این مست رو من دریافت بکنم، این قوت رو من هی دریافت بکنم، این عطایا رو من هی دریافت بکنم، من اینو دریافت بکنم، من اینو دریافت بکنم. دنبال این هستیم از بیرون
یه چیزی اتفاق بیفته. و توی این آیه، این آیه ما رو یه مقداری به چالش میکشه. میگه الوهیت با همه کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است. کلسیان باب 2 آیه 9 و 10. زیرا الوهیت با همه کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است و شما در او که همه ریاست ها و قدرت ها را سر است از کمال برخوردار گشتید. دوباره تکرار میکنم، به اسم عیسی مسیح دعا میکنم آن که حقیقتا قلب برای خدا داره این آیه دگرگونش کنه. الوهیت با همه کمال به صورت جسمانی در مسیح ساکنه و شما در او که همه ریاست ها و قدرت ها سر است از کمال برخوردار گشتید. یعنی چی؟ یعنی کمال که خود عیسی خداونده و الوهیت در او ساکنه، اون کمال در ما اومده مسکن گزیده، اون کمال در ماست و ما نیازی نداریم برای اینکه دائما منتظر باشیم یکی از دور یا یک کاری رو از بیرون انجام بده. و یادتونه توی یوحنا باب 17 عیسی دعا کرد، یادم برادر آرش خیلی وقت پیش اینجا یه موعظه در این زمینه داشت، گفت اگر تو بودی آخرین، میگفتم به چند لحظه بعد میمیری، آخرین کاری که میکردی چی بود؟ عیسی آخرین کارش این بود که دعا کرد برای اینکه ما یک باشیم. یادتونه یوحنا باب 17 گفت فقط برای اینا سوال نمی کنم، از اون شاگردان بود، بلکه برای آنهایی که به واسطه کلام اینها به من ایمان میارن تا همه یک گردن، چون که تو ای پدر در من هستی و من در تو، تا ایشان نیز در ما یک باشند، تا جهان ایمان آورد که مرا فرستادی و من جلالی را که به من دادی به ایشان دادم. عزیز دل خدا، عیسی اون جلالی را که پدر بهش داده بود به من و تو داده. به یاد بیاریم اسم عیسی مسیح، بذاریم این هویت و شناخت این هویت ما رو در او دگرگون بکنه. جلالی که پدر به عیسی داده بود رو او به ما داد و میگه این جلال رو به شما داد، به ایشان دادن تا یک باشن چنان که ما یک هستیم، من در ایشان و تو در من، تا در یکی کامل گردن، تا جهان بدانن که تو مرا فرستادی و ایشان رو محبت نمودی چنان که مرا محبت نمودی. حالا متوجه میشی چرا به نفت بود عیسی بره؟ عیسی رفت برای اینکه من و تو همون گونه باشیم، با او یک شده، جلالی که او از پدر دریافت کرده رو دریافت کرده، به گونه ای که عیسی زندگی کرد ما هم زندگی بکنیم. چقدر پیش میاد، من یادم توی یه برنامه عزیزی گفتش که آقا اگر این ماشین زمان بود و تو میتونستی تو ماشین زمان حرکت بکنی کجا میرفتی؟ شخص برگشت گفتش که من میرفتم به زمان عیسی مسیح، زمان که عیسی مسیح در بود جسم زندگی میکرد. من داشتم اون لحظه میاندیشیدم با خودم که حقیقتش رو بخوام من نمیرفتم اون زمان، برای اینکه اون اتفاق تموم شده رفته و من دیگه شاهد صلیب مسیح و تمامی اون داستانا دیگه نیاز نیست باشم، اما من اجازه دارم در مسیح عیسی نجات یافته جلالی که او داشت رو داشته باشم، اگر که حقیقتا متوجه داستان بشم و من خودم رو به دستانم بسپارم تا منم این عیسی زندگی کنم. چرا ما همه اینا رو میشنویم میگیم هللویا خیلی عالیه، ولی به خودمون که میرسه یه طور نز دسته رو میکشیم؟ چرا اینجوری میشه؟ به خاطر اینکه با این رفیقه وقتی عمیق‌تر میشی متوجه میشی که تو میتونی تو خوانده شدی، اصلا تو خوانده شدی به شباهت عیسی باشی، تو خوانده شدی به شباهت عیسی زیست بکنی، تو خوانده شدی زندگی تو لحظه به لحظه جلال نام خدا باشه. تو نیاز نیستم به دقیقه بگی جلال خدا من جلال خدا هم به زبان بیاری اما تو عمل هیچ اتفاق نیفته. تو خوانده شدی تمام لحظه تار و پود تنت خدا رو جلال بده، همونجور که تار و پود تن عیسی پدر رو جلال میداد، چون کمال در من و تو ساکنه. این رو تو هوشیاری خودمون بیاریم که کمال در من و تو ساکنه. حالا چرا این اتفاق میفته که کمال در من و تو ساکنه اما به خیلی مسائل دیگه پیش میاد؟ به خاطر اینکه ما هستیم که باید متوجه بشیم سر راه عیسی و سر راه عیسی باید بریم کنار، که حالا دیشب در مورد داشتیم صحبت میکردیم. اما من خیلی موقع ها رسیده بودم به یک نقطه ای
خیلی دوست داشتم واقعا عظمت خدا، آیات و معجزات خدا از طریق من نمایان بشه. بعد داشتم دنبال این بودم تحقیقی داره بیرم چجوری این اتفاق میفته. بعد هی این برای اون برای اونها گفتن که آتش روح القدس اگر بر تو بشینه، این باعث میشه که تو در واقع، خیلی ها تعریف میکردن کسانی که مردان و زنان خدا بودن که استفاده های بزرگ خدا ازشون داشت میکرد و من میدیدم آیات و معجزات از خدمت اونها نمایانه. بعد هی گوش میکردم نمیدن چیکار کردن، منم همون کار رو بکنم. بعد فهمیدم میگن آتش روح القدس، میگن یه بار رفتیم مثلا فلان سمینار آتش روح القدس اومد، ما جونمون آتش گرفت، فریاد کشیدیم، داد کشیدیم، بعد از فرداش رفتیم معجزات خدا شروع شد. من ماها باورم کنید دم به دقیقه راه میرفتم میگفتم روح القدس آتشه، روح القدس آتشه، آتش روح القدس میخوام، آتش روح القدس، این آتش روح القدس بیاد بر من بنشینه. دعا میکردم با تمامی جون و دلم آتش روح القدس رو میخواستم، با تمامی جون و دلم. نمیدونم، شاید شما بین ما هستن کسانی که مشتاق دریافت آتش روح القدس هستن، مشتاق این هستن که تجربه های روحانی عمیق داشته باشن با خدا، مشتاق این هستن آیات و معجزات، نمیدونم عزیزم که راه دور نگاه میکنی، مشتاق این هستی آیات و معجزات خدای زنده از زندگیت از خدمت جاری باشه. برای من هم اینجوری بود تا رسیدم به یه قسمتی، به یه زمانی که در کلیسای شگفت‌زده در مورد روح القدس قرار بود موعظه بشه و من قرار بود خودم موعظه رو انجام بدم، واعظ مهمان نداشتیم و من شروع کردم در مورد روح القدس به حالا برشیک آماده سازی موعظه. و این رفیق اونجا با قبل من شروع که صحبت کردم، من باورم نمیشد حقیقتم. امروز اونو میخوام اون چیزی که تجربه کردم به شما انتقال بده. من این باورم نمیشد. برگشت من میگو چی گفت؟ گفت تو دنبال آتش منی، دنبال قوت منی، دنبال آیات و معجزاتی هم که من میتونم به انجام برسونم هستی، من دنبال خودم نیستی. تو هیچ وقت با خود من تو ارتباط نخواستی باشی، فقط آتش هم میخواستی، این همه دور زدی، این همه دعا کردی، عطایی هم میخواستی، آتش هم میخواستی، قوت هم میخواستی، من خودم میخواستی. شوکی بزرگ بود برای من. رفتم روی زمان توبه کردم، بودم رو بس من ببخش، من تو نخواستم هست، من همه چیزایی که از تو میتونست بیاد رو خواستم، اما خودتو نخواستم. من نشستم خیلی موقع ها سکوت بکنم ببینم تو چی و البته چی میخوای بگی، فقط نشستم هی حرف زدم. هی اون چیزی که من میخواستم، اون چیزی که فکر من بود، اون چیزی که تصور من بود، اون چیزی که خواسته من بود، نه خواسته های زمینی، نه خواسته های دنیایی، حتی خواسته های خیلی روحانی. چی که دیگه ما میمانداریم دیگه، خواسته زمینی که نخواستم، گفتم خدا خونه بده، ماشین بده، گفتم عطایات رو بده، کلامم که میگه عطایات رو به غیرت بطلبید، بس به نظر چیز اشتباهی نمیاد. اما این خدایی که خدای عاشقی و ارتباطه، اون به قلب ما رو خوب میشنسه، میدونه من عطایا رو خواستم، خودش که اون دسته خود این رفیق رو نخواسته. من این اشتباه رو کردم و بعد از اون شروع کردم گفتم خدا من نمیخوام صرفا عطایای تو رو بخوام، نمیخوام آیات و معجزات تو رو بخوام، میخوام رو رو بسکیم رفیق من، عشق من، میخوام تو رو با خود تو رفاقت کنم، بشینم تو به من برگردی بهم بگی ببین من عاشق بینم عیسی رو در تو جلال بدم، بریم همین پای امروز بریم با هم بفرستمت اونجا، قوت بهت بدم عیسی در تو جلال بیابه، قوت بهت بدم مسکوب باشی من عمل بکنم، اونجا که داری میری یه لبخند بزنی، قرار نیست همیشه آیات و معجزات خدا تمام اون چیزایی باشه که من و تو متصور میشیم. شاید بعضی موقعا یک شخص یه لبخندی که روح القدس به ما دستور میده، اون رفیق به ما میگه
به این شخص لبخند بزن، همون لبخند زندگی اون شخص رو زیر رو بکنه. امی ببین، من میگم تسلیمتم رفیق، بریم رفیق شفیق، تو که دلسوز و مهربون ترینی، بریم تو که هدیه خدای من به منی در من ساکنی، بریم. کلیدش چیه؟ کلیدش اینه که بخوای رفاقت او رو بپذیری، رفاقتش رو بپذیری. خیلی مهمه پذیرفتن رفاقت. شما ما خیلی موقع این چیزایی میشنویم میگیم بله اینا خیلی عقاید روحانیه، اما چجوری میتونیم تو زندگی روزمرگیمون اینا اجراش بکنیم؟ کلیدش اینجاست، رفاقتش رو اول بپذیری. تو نپذیری چه اتفاق نمیفته. یعنی بپذیرم من که یه رفیق دارم که این مشخصه ها رو داره و این گونه است و میخوام باش از این به بعد رفاقت بکنم. این کلید اول. این موعظه به نام عیسی مسیح، اگر تا به حال رفاقت با گرگولوس رو تجربه نکردی، تجربه بتونی بکنی. اگر تجربه کردی توی یه عمق تازه، توی یه عمق تازه بگی ببینید امروز شنیدم. منم خیلی مباشر خودتو نخواستم، اما الان میخوام خودتو با خودت، خودم بسپارم به تو، تسلیم به تو، تو شروع کنی عمل کردن اونجوری که تو در نظر داری، تو که امار قلب پدر رو میشناسی، بس به انجام برسون. رفاقت که اجباری نیست، رفاقت اختیاریه، خواستن من و تو رو میخواد. رفاقت دو طرفه هم هست، یه طرفه نیست. تسلیم بشی و کنترل رو بسپاری به او. خیلی موقع ما کنترل رو هنوز میکنیم دست خودمون نگه داریم تو شرایط، تو موقعیت های مختلف. فکر کنیم ما هستیم اون کسانی که میتونیم شرایط رو تغییر بدیم، ما هستیم اون کسانی که من امیر میتونم اونجا این کار رو کنم، اونجا اون کار رو کنم. نه، کنترل رو واقعا بسپاری بهش و مسلوب دعا کنی برای اینکه مسلوب بودن رو هم زندگی کنی، تجربه کنی، هم بمانی. یعنی چی مسلوب؟ یعنی من دیگه نه، دیشب صحبتمون همین بود، بلکه مسیح دارم. یه چیزی من به شما بگم عزیزان دل خدا، ما باید به روانمون درس بدیم. روان ما مریضه، اینو کلام خدا میگه در ارمیا باب 17، میگه روان مریضه، روان ما سرکشه، احساسات و افکار و تصمیمات انسانی کهنه ما سرکشی میخواد بکنه. ما باید بهش یاد بدیم، باهاش صحبت بکنیم. به چه شکل؟ به این شکل که خودمون رو میسپاریم به روح القدس و در هر جای تصمیم گیری این روان دیگه تصمیم نمیگیره، روح القدس تصمیم میگیره. این یه سفره. ولی بدونیم که روان ما این خاصیت رو داره. داوود اینو میگه، دیشب هم اینو صحبت داشتیم میکردیم. داوود به روان خودش فرمان میده، میگه ای جان من، جان یا روان همینه، یه کلمه است. ای جان من خداوند رو متبارک بخوان، یا دستور میده میگه ای جان من چرا منحنی شدی، چرا پیچیدی به خودت، بلند شو به خدا امید بدار. دستور میده به روان خودش. ما هم باید اینو یاد بگیریم، ما باید تمرین بکنیم. عزیزی رو میشناختم وقتی پرستش اتفاق میافتاد، وقتی مثلا کلیسا در پرستش بود، این عزیز میومد به عنوان پاستور کلیسا روی سن و مثلا میگفت 30 ثانیه دیگه بیشتر ادامه بدیم، یه دقیقه بیشتر، نیم ساعت مثلا، حالا پرسته شده ها، یه 30 ثانیه دیگه، آخرین 30 ثانیه است، یه 30 ثانیه دیگه، یه 30 ثانیه دیگه. و این کلیسا رو به این طریق در حضور خدا و در پرستش و روانهای اونها رو هی داشت در واقع تربیت میکرد که بیاموزن در حضور خدا هی طولانی تر بمونن. امروز من وقتی برنامه عبادت پرستش رو نگاه میکنم، یه ساعت 10 دقیقه دارم پرستش میکنم، نه پرستش که فقط سرود بخوانن، واقعا پرستش دارن میکنن با تمامی جون و قلب و دلشون دارن خدا رو میپرستن. تمام اون موزیسین ها اکثرشون میبینی رو زانو هم، همه عشقا جاری، کلیسا چند صد نفر عشقا همه جاری دارن در حضور خدا و این تمرین دادن به روان خودشون. من تو هم خیلی موقع هم میشنمیم ولی در عمل نمیتونیم عملش کنیم. میخواییم، قصدشو داریم، اما در اجراش به مشکل برخورد میکنیم. این کلیدو داشته باش که روان تو باید یاد بگیره و
و تو میتونی با قوت همین رفیق ریزه 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 به روانت اینو بذاری، این رفیق بیاموزانه، این رفیق میاموزانه اینو به روانتو. من یادمه یه مثال میخوام از زندگی خودم باز بزنم. من و خانمم وقتی زیر سقف رفته بودیم، خب من سالیان سال زندگی در تجارب و بعدش هم زندگی سخت در آلمان، خیلی از شما ایزانم میشناسید فضا رو، فریاد من یوجیبو رو میخوام را بندازم اینجا. ولی کم دیگه گفتم دیگه رفتیم، دیگه وارد زندگی زناشویی شدیم، الان خونه رو میخوام بسازم، چه خانه‌ای بسازم، چه وسایلی بچینم، چه دیزاینی بکنم من این خونه رو، خونه با خانمم. وارد زندگی همون روزای اول، وارد زندگی زناشویی زیر سقف دیدم ایشون یه چیزی میگه، من یه چیزی میگه، ایشون یه چیزی میگه، باز من یه چیزی میگه، اون یه نظر میده من است. من میگم اینجا پرده بزنم، اون میگه پرده چی اینا بزنم، من میگم اینجا رگی چیزی روش میگه، نه من رگی به درد نکنم، اینکه رگش ببینم زن شاره میشناسه دیگه این فضا داره، خدا رو شد دست یه خواهر رفت بالا، دست دو تا خدا رو شد، بقیه همه در صلح و صفا آرامشی بمانه و مسیح بمانه همینجوری. برای من اینجوری نبود، نه ما همش داریم با هم دعوا میکنیم، همش داریم با هم دعوا میکنیم، بحث میکنیم، همون روزهای اول ها بابا الان قراره عشق و عاشقی باشه و اینها دو تا کفتر چیز رسیدن به هم، همش هی بحث هی جدل، این اون میگه اینجوری من میگم اینجوری، اون میگه اینجوری من، حالا جفتمونم میخوایم اون در واقع اراده خودمون رو هی چیز کنیم، بگیم نه مثلا من ببین به خاطر این دلایلی که دارم بهت میگم این بهتره، آقا جواب نمیدیدم نمیده. رفتم در اتاق هستم، رفتم موضوع خود رو گفتم با همین رفیق، شروع کردم این رفیق رو به صحبت کردم، گفتم رفیق داستان چیه؟ چرا این جواب نمیده؟ بابا مردی گفتم، زنی گفتم، به قول خودم گفتم، بعد دیگه در ایمان مسیح هستی مثلا هم سر خانواده زن باید اطاعت کنه دیگه، درسته؟ این رو شما هم آشنایی باشید، نه آیاتو خوب حفظ کردید، اینجا رو خوب برادنم، خدا رو شکر. اونجا این رفیق این آیه رو در افسسیان باب 5 که زن شوهر خود را اطاعت کنند به یاد هم نیاورد، نمیدونم چرا این کارو کرد، اون آیه رو به یادم آورد که وقتی گفتم چیه داستان، نظر تو چیه رفیق در مورد این قضیه، اون آیه رو به یادم آورد که روباهان حفره دارن، پرنده ها آشیان دارن، پسر انسان جا نداره سرش رو بذاره. من متوجه شدم ای خدای من، من اگر جا دارم سر، من شاگرد عیسی نیستم، میگه شاگرد از آقا بالاتر نمیتونه، غلام از آقا بالاتر نمیتونه باشه، میگه مگه من دنبال روی عیسی نیستم، مگه من زندگی مثل عیسی نیست، میگه که پسر انسان جا نداره سرش رو بذاره. گفتم ای من که جا دارم سرمو بذارم، یعنی از اون قسمت دیگه لاکچریه دیگه، یه همش نقصه، اگر من جا هست که سرمو بذارم روش، خدای من، سر من، سرور من، شاه جلال جا نبوده سرشو بذاره، من چی دارم بگم؟ عشق میریختم همینطور، رفتم بیرون نگاه کردم به خانمم، گفتم من از تو معذرت میخوام، من رو ببخش. چرا؟ گفتم من همش داشتم با تو بحث میکردم، از این به بعد هر جور دوست داری دیزاین کن، هر کار دوست داری انجام بده، مرد رویایی خانم‌ها به دست دارم همه، خدا رحم کرده واقعا، خیلی این البته این قسمت هایی که خدا داره کار میکنه، قسمت دیگه هم هست که اون مادر من متحمل میشه. میخوام اینو بگم برگشت با اه من هر کاری دوستان رو نمارم، بعد دیگه به جای دوستان مثلا میرفتیم بیرون میگفت مثلا اینو نظرت چیه؟ بودم من گفتم خورد که گفتی که با یه نظر که میتونی بگی که بودم خب باش نظر مثلا اینجوریه این کار رو گفتن به نظر من اولی خواهی تصمیم بیرم ده خواهی، ولی چه اتفاقی افتاد؟ این اینجاش جالبه، گوش کردن به این رفیقه و با او صحبت کردن، من میتونستم روی اون چیزی که فکر میکنم درسته بمونم دیگه، پافشاری بکنم، میخوام میگم کلید عملی، ما گوش کردیم به این رفیق، به این رفیق شفیق، و داستان از این قرار شد که خانم من به یک بار یک عطیه‌ای در او زنده شد
که اصلا خودش هم بیخبر بود. اتیلیه طراحی داخلی در اون زنده شد به یک باره. شروع کرد خونه رو جوری به خاطر این آزادی که به او داده شد و اون امکانی که به او داده شد شروع کرد خونه ای که انقدر داغون بود و وقتی اصلا پیشی کردی نورنبرگ خونه خیلی وضعش چیز بود اصلا یه وضعیتی چنان شروع کردی خونه رو دیزاین کردن و بعد جاهای مختلف که الان هر کی به او میرسه میگه ببین بیا به من چیز کن راهکار بده من چیکار میتونم انجام بدم و خودش اصلا بیخبر بود از این خواسته از این مسئله. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا این ثمره نیکو ازش بیرون اومد؟ یک به خاطر که من رفتم پیش این رفیق و دو به خاطر که در تسلیمی او شنیدم او چی میگه و سکوت کردم و مصدوم شدم و اون وقت آن عطیه و آن مسئله که در اون زن خداوند نهادینه کرده بود در خانم من نهادینه کرده بود به انفجار رسید بیرون اومد. یادم باعثی که خودش بسیار زیاد در آیات و معجزات خدا از زندگیش نمایان بود یه بار معجزه میکرد میگفتش که خیلی موقع من میام شهادت کارهای خدا رو میدم بعدم میگم برادر به دستت رو بذار سر من برای من دعا کن منم میخوام اینا رو داشته باشم من چه دستی رو سرت رو بذارم صبح به صبح نشستم پای پاهای خدا رو صبح به صبح در حضور خدا و نشستن رو دم به دقیقه در حضور خدا دعا کردن رو ارتباط صمیمی با او داشتن من چجوری با این دست گذاشتن به تو انتقال بدم ارتباطو که من نمیتونم با این به تو انتقال بدم چه انتظاریه من هیچ وقت دست به سرتو نمیذارم برای اینکه این ارتباطو خودت باید داشته باشی و این دقیقا این چیزیه که در واقع ما فکر میکنیم همیشه از بیرون بیاد یکی حرکتی بکنه نه تو امروز در مسیح عیسی هستی کمال در تو ساکنه تو هستی که با این رفاقت و ارتباط میتونی اکتیو بکنی عیسایی که در تو ساکنه تا همگان جلال بیاد جلال عیسی رو در تو ببینن و همگان با جلال او روبرو بشن. یوحنا باب 3 آیه 34 میگه زیرا آن کس که خدا فرستاد کلام خدا رو بیان میکنن چرا که خدا روح را به میزان معین عطا نمیکنن. تو یا روح القدس رو داری یا نداری به میزان معین نیست. نه روح القدس اینقدر دارم روح القدس رو مثلا یه ذر این وقت یعنی رفیقه رو تو یا داری یا نداری میزان نداره توش و ما غالبا فکر میکنیم یه میزانی داره و همیشه این سوال پیش میاد که من چقدر مثلا طرح چقدر روح القدس رو داره این مثلا اینقدر روح القدس رو داره مثلا خیلی روح القدس داره اون یه پوری روح القدس رو داره. سوال اینجا نیست که من تو چرا روح القدس رو داریم سوال درست اینه روح القدس چرا من تو رو داره روح القدس چرا کنترل افکار احساسات تصمیمات من تو رو دست داره. اگر این مایندست ما تو این زمینه نوع نگرش ما تو این زمینه عوض بشه و اینو بیاموزیم که ما خودمون رو به روح القدس بسپاریم و با این رفیق حقیقتا شروع کنیم رفاقت کنیم بهتون قول میدم زندگی ما دگرگون خواهد شد زندگی ما دگرگون خواهد شد. سفر با مسیح یه سفر مکاشفه‌ایه به واسطه روح القدس به واسطه روح القدس. و امروز اگر به نام عزیز عیسی مسیح تمام قلب من در پی این کلام این بود که ما این رفیق شفیق رو باش آشنا بشیم. اگر باش آشنا هستیم شروع کنیم باش به رفاقت به یاد بیاریم تو هوشیاری خودمون. آلمانیایی کلمه دارم میگن این بوست زمین تو هوشیاری خودمون بیاریم که یه همچین رفیقی رو داریم این هدیه به ما داده شده او در ما ساکنه و مشتاق رابطه عاشقانه با ماست مشتاق رفاقت با ماست و او هست و او هست. باورم کنید اگر ما این هوشیاری رو داشته باشیم که او هست خیلی چیزا متفاوت میشه عزیزی تعریف میکرد پاستور کلیسا
میگفت رفتم خونه یه نفر بهشون سر بزنم، یه خانواده ای. میگفت دختر این خانواده تو کلیسا خیلی خودشو شیک و پیک و خیلی روحانی نشون میداد. میگفت این دختره طبقه بالا بود نفهمید من اومدم مهمان پدرشم، میخوام با پدرش صحبتی بکنم. شروع کرد دهنش رو باز کرد، هرچی دهنش در میومد به این پدر و مادر فوش و ناسزا و داد و بیداد. و من میگفت یهو یه پله ها اومد پایین، وارد سالن شد، یهو من دید، گفت همونجا یخ زد. گفت ای پاستور شما اینجا هستی؟ من میگفتش که من برگشتمش گفتم ببین تو من دیدی شک شدی؟ من که یه آدمم، تو یادت رفت خدا در تو ساکنه؟ یادت رفت خدا در تو و با توه و لحظه به لحظه داره به تو نگاه میکنه؟ تو با دیدن من شک شدی؟ اگر ما این هوشیاری رو حقیقتا اکتیو کنیم که روح القدس در منه، اون لحظه به لحظه داره به تمامی نقطه نظرهای من، به تمامی مسائل من، به تمامی تجربه های من، به هر چیزی که من از لحظه ای که چشم رو باز میکنم با منه، وقتی میخوابم با منه، هر اتفاقی داره میفته و با منه، در منه و میخواد بر منم باشه، یعنی چی؟ یعنی سلطنت خودشو نمایان کنه، یعنی حقیقتا حق مسئله رو تو رفاقت میخواد ادا بکنه اگر من رو تو بهش اجازه بدیم. و اگر بخوام، اگر واقعا بخوام، من میتونم ساعتها در مورد حتی عمیق‌ترین قسمتهایی که در کلام خدا به ما از عهد عتیق اون تصویر رو میده که چطور این رفیق میاد، چطور بر ما مینشینه، میشه ساعتها صحبت کرد. اما در همین حد بسنده میکنم که با آشنا بشیم، دوباره بیاریم. اگر شاید یادمون رفته، امروز به واسطه این کلام به یادمون بیار که این رفیق، این رفیق شفیق دلسوز مهربان، این یار، این همراه، این پاراکلتوس، هدیه عیسی به من و تو داده شده به عنوان ایماندار به مسیح عیسی، تا حقیقتا عیسایی که در ما ساکنه جلال بیاره، تا حقیقتا دیده بشه، تا حقیقتا شهادت زنده برای این خدای بی‌نظیر باشیم، شاهدی که در هر جای قدم میذاره او رو شهادت میده، او در ما ساکنه، او با ماست، او میخواد بر ما سلطنت خودش رو نمایان بکنه، او میخواد حقیقتا نه تنها من و تو رو در شادی، در آرامی، در قوت، در قدرت به پیش ببره، بلکه از ما حقیقتا مردان و زنان نیکوی ایمان بسازه، کلیسای مجیدی که افسسیان 5 میگه عیسی میخواد به حضور پدر معرفی بکنه. من میخوام در آخر اینو به شما بگم، آلفا و اومگا، خداوند با شما کار عظیمی داره. هندونه زیر بغلتون نمیذارم، من یه واعظ مهمانم، این چیزی که اجازه داشتم به شما بگم رو دارم به شما میگم. این که بپذیرید نپذیرید انتخاب خود شماست، اما آلفا و اومگا زیر نظر مستقیم خدا و دست زورآور او بر این کلیساست، کلیسایی که بیداره. میتونم از روی آیات در عهد عتیق به شما این رو اثبات بکنم، کلیسایی که بیداره روح القدس بر این کلیسا مینشینه و این کلیسا کلیسای بیداریه که روح القدس به این شکل پیام ها رو نگاه بکنید. سه هفته پیش در مورد داماد و عروس، بعد هفته بعدش خواهنستین اون گونه که ادامه پیدا کرد و برنامه خدا رو ادامه داد، بعد برادر آلبرت در مورد در واقع همین رفیق و این که کجا این هدیه که کجا میخوای ببریش، تو هدیه عیسی رو داری، هدیه رولوس رو داری، در این هدیه رو میتونی با خودت ببری هر جا که میری. و امروز شما باز دارید از این رفیق میشنوید، اتفاقی داره اینجا میفته و من میخوام این رو به شما به عنوان تشریح، به عنوان بنا، به عنوان تسلی به شما این انتقال بدم. خدا با این کلیسا برنامه‌های عظیمی داره، با حقیقتاً برنامه‌های عظیمی داره. این فقط جهت دلخوشی شما گفته نمیشه، این حقیقته. اما خداوند کارش رو زمین نمی‌بینه، خدا کار خودش رو انجام میرسونه. فقط سوال اینجاست، کی میگه خداوند من هستم؟ کی این هدیه رو دریافت میکنه که سهیم باشه تو کار عظیم خدا؟ رحمت بونکر رو میدونم میشناسید یا نه؟ خیلی از شما ازش شاید رو بشناسید. رحمت بونکر یک
مرد آلمانیه، خیلی نرمال از یه خانواده خیلی معمولی، خداوند رو فرا میخونه وقتی به مسیح قلبش زندگیشو میده، او رو فرا میخونه بره آفریقا و شروع میکنه در اونجا بشارت کلام خدا رو بده. شروع میکنه در واقع میره به آفریقا و اونجا شروع میکنه به کارهای میسیونری و بشارتی و زدن چادرهایی که آفریقایی ها زیر این چادرها میتونستن کلام خدا رو بشنن تو اون گرمای آفریقا و تو اون فضای اونجا. چادرها بزرگ 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 و بزرگتر میشن و به جایی میرسه که مینیستری او برای هر برنامه‌ای که برگزار میکرد $1,000,000 باید هزینه میکرد. $1,000,000 برای برنامه‌هایی که برگزار میشد، برنامه‌های بشارتی که برگزار میشد. او تجربه مرده شدن مرده‌ها، تجربه بینا شدن کورها، تجربه شنوا شدن کرها، تمام چیزایی که ما تو کلام میخونیم و رایان برکو تجربه کرده. و یه روز به خدا میگه که خدا من چرا من اون کسی باشم که همه اینا رو جلوی خودم میبینم و تجربه میکنم؟ چرا من اون کسی هم که واقعا زنده شدن مرده ها رو میبینم؟ توی برنامه های بوکه طرف با ویلچر میومد وسط برنامه، این ویلچر ها به آسمونه و همه دارن میرقصن، شخص شفا رو گرفته بود. چرا من؟ خدا هم فهمید. میدونی چرا؟ چون اگر اشتباه نکنم گفت چون تو هفتمین آدمی بودی که یا ششمین آدمی بودی که من پرسیدم که را بفرستم، به گفتی خداوند من را بفرست، خداوند من را بفرست. اشتباه با بشیش که را بفرستم، کیه که برای من بره من را بفرست خداوند. امروز هم در آخر صحبت من با آلفا و اومگا اینه، برنامه خدا با آلفا و اومگا به پیش میره. اگر تو تصمیم بگیری جز این برنامه باشی و صحیح باشی، این هدیه رو دریافت کردی و همراه میشی. تصمیم با ماست. امروز به اسم عیسی مسیح دست این رفیق رو بگیریم و الان میخوام دعا بکنم حقیقتا برای دو گروه. گروه اول که این رفیق رو نمیشناسه، باهاش تا حالا رفاقت نکرده، نمیدونه رفاقت با این رفیق چه ریختی هست. شاید عزیزی که تو هم از راه دور داری من نگاه میکنی، در این مراسم ها داری پرستشی هستی، تو هم میتونی با ما هم دعا بشی. این گروه اوله، نمیشناسی. اگر نمیشناسی این رفیق رو، اگر تا حالا باهاش رفاقت نکردی، میخوام برات دعا بکنم که امروز نقطه عطف زندگی تو باشه. نقطه عطف یعنی تا به اینجا به این شکل جلو میرفت، از اینجا میخواد به نام عیسی مسیح بره به سمت بالا. این گروه اول. گروه دوم، کسانی که با این رفیق رفاقت میکنن اما امروز خداوند برای اونها یه عمق تازه رو در نظر گرفته که رفاقتشون بره توی عمق تازه. خواهم از بولوس حقیقتا تواضع بکنیم از این رفیق که در میان ماست، با ماست، چون به نام عیسی کنار هم جمع شدیم، نه تنها در ما ساکنه بلکه در میان میخوانیم. حقیقتا مارک کنه اون کسایی رو که میخوان برن توی رفاقت هم. اگر جزء هر کدوم از این گروه ها هستی، دریافت کن به نام عیسی مسیح. روح خدا اینجاست که تو رو لمس کنه به نام عیسی مسیح. خداوند تو شکر هم رو سپاس میگم به نام عزیز عیسی مسیح رو برست. از تو ممنونم این رفیق شفیق بی نظیر ای پاراکلتوس، تو که غیر قابل وصف هستی، تو که هدیه آسمانی، تو که عیسی رو در ما جلال میدی. خدا هم رو برست دعا میکنم برای این گروه. خدا هم دعا میکنم در وحله اول برای کسانی که خدا هم رفاقت با تو رو نمیشناسن، شاید اسم عیسی مسیح رو شنیدن، شاید قلب و زندگیشون رو به تو خدا هم عیسی دادن، پدر رو شاید میتونن به پذیرن، متوجه بشن ارتباط با عیسی به عنوان خداوند نجات دهندهشون رو میتونن به پذیرن، متوجه بشن، اما رفاقت با تو رو هنوز رو رو تجربه نکردن. خدا تو میدانی من سالها حقیقتا در خدمت مشتاق تو بودم اما رفاقت با تو رو 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 رفاقت با نشنده بودم خدا.
به نام مسیح برای این روح دعا میکنم خداوند. برای این روح دعا میکنم امروز به اسم عیسی، هر کی میخواد دریافت کنه حقیقتا خداوند، هر کی مشتاقه رو میرسه بشتم رفیقم بخرامم به نام عیسی و تمام وجودش رو لبریز کنی از خودت خداوند. دعا میکنم امروز نقطه عطف زندگیش باشه، دعا میکنم از امروز به بعد رفاقت کنه. اگر میخوای مشتاقی به زبون بیاد با جملات خود بگو میخوام رفیق، میخوام رفیق شفیق، میخوام رول بودست، تو که خود خدایی، تو که شخصیت سوم تثلیثی، تو که یه شخصی، تو که مشتاق ارتباط عاشقانه ای، میخوام من رفاقت تو رو نمیشناسم، میخوام و دریافت کن به اسم عزیز عیسی مسیح. رول بودستم هدیه کن، آتش تو بنشینه به اسم عزیز عیسی مسیح و تمامی وجود همه اونهایی رو که مشتاقن لبریز کنه. و همینطور خدا من رول قدس میخوام دعا کنم برای گروه دوم، گروهی که داره با تو رفاقت میکنه خدا من، اما مشتاق یه عمق تازه است. خدا من تو رو شکر و حمد و سپاس میگم. عزیزا یه کلید میخوام بهتون دوباره بدم، گارانتی آنچه که الان داری، گارانتی نگه داشتن و حفظ آنچه که الان داری طلب بیشتر دریافت کردن هست. یعنی چی؟ یعنی اگر این چیزی که الان داری رو میخوای حفظ بکنی باید مشتاق بیشتر باشی. هر چقدر مشتاق بیشتر باشی اونی که الان داری رو بیشتر میتونی حفظش بکنی. پس خداوند دعا میکنم به نام عزیز عیسی مسیح، اونهایی که مشتاقن خداوند یه عمق تازه روح القدس هدیه بفرمایید به اسم عزیز یشوع ماشیح مسیح عیسی، توی یه عمق تازه بکششون. خداوند دعا میکنم تک تک ما رو تو قلب پر مهر ابا غرقمون کنی، تو قلب خداوند عیسی غرقمون کنی روح القدس، تو قلب خودت غرقمون کن. شکرگزارتم برای کلیسای تو عیسی و شکرگزارتم روح القدس که تو این کلیسا رو، کلیسای زنده خودت رو، کلیسای زنده عیسی رو، عروس این داماد آسمانی رو در رفاقت با خود دگرگون میکنی به اسم عزیز یشوع ماشیح مسیح عیسی. و در آخر میخوام دعا بکنم برای عزیزانی که عیسی هنوز شاه و نجات دهنده و سرور و خداوند تو نیست. اگر در میان ما هستی، اگر در شبکه های اجتماعی یا به صورت آنلاین ما رو دارید دنبال میکنید یا بعدا این پیام رو میبینید و عیسی هنوز خداوند تو نیست، دعوتت میکنم خیلی ساده با بیان این قلبی که به حضور این خدا بلند میشه و متوجه شده که میخواد این رفیق رو داشته باشه، متوجه شده که گناهکاره و میخواد نجات دهنده خودش رو امروز به قلب و زندگیش دعوت بکنه و قلب و زندگیش رو تغییر بکنه، این رو حقیقتا به زبان ساده با صدای بلند به زبان بگه خداوند عیسی منو نجات بده خداوند عیسی، توبه میکنم خداوند عیسی، میخوام از امروز به بعد متعلق به تو باشم خداوند عیسی. خداوند عیسی این رفیقی رو که شنیدم رو به منم بده، تو فرمودی تو میفرستی خداوند عیسی به منم بده، منم میخوام دیگه نگردم، میخوام رفاقتی بکنم که من دگرگون میکنم با این رفیقی که شنیدم امروز به اسم عزیز عیسی مسیح. من از نو متولد کنم خداوند عیسی و بیا تو شاه و پادشاه و سر و سرور مالک من باش، بیا تو خداوند من باش به اسم عزیز یشوع ماشیح مسیح عیسی.